سلام با شما. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین. در آغاز اجازه بدین تسلیت بگویم به هموطنان ما که دوستان، عضوای خانواده و نزدیکانشان را در زلزله اخیر در ولایت پکتیکا، خوست، ننگرهار و شماری از ولایت های دیگر از دست دادن. ما همه سوگوار هستیم، همه ناراحت هستیم، همه از بابت متاسف هستیم. امیدوار هستیم دیگر همچو حادثه ها را شاهد نباشیم. متاسفانه امروز افغانستان و شمار زیادی از هموطنان ما که در بیرون از افغانستان هستند ناراحت هستند و همه ما بدون شک عضوهای یک خانواده هستیم، زیر یک چتر زندگی میکنیم و درد مردم خوست، پکتیکا، ننگرهار و شماری از ولایت های دیگر درد مشترک هست. درد نیست که تنها مختص به سه ولایت، چهار ولایت یا هم شماری از ولایت ها شود. ما همه ما ناراحت هستیم، همه ما سوگوار هستیم و همه ما در این غم شریک هستیم. اگر شما هم در مورد غم شریکی دارین، دیدگاه دارین و میخواین صدایتان شنیده شود، ناراحت هستین، میتونین به شماره تلفن 0790 13 71 71 به تماس شوین و با ما شریک بسازین. امروز نیاز هست ما هم صدا شویم، نیاز هست تک صدا شویم، نیاز هست دردمان را تقسیم کنیم تا ای که کاسته شود از سنگینیش، از حجمش. و در آغاز برنامه از ولایت پکتیکا تماس داریم و همراهشان صحبت میکنیم. سلام به شما. سلام، صدای مرا داریم؟ سلام، صدای مرا داریم؟ بفرمایید. خب من فکر میکنم تماس مشکل داره. تا ای که وصل میشه شما شاهد هستین در 24 ساعت پسین ما گواه غم‌های بزرگ بودیم. متاسفانه در ولایت‌های پکتیکا، خوست، ننگرهار و شماری از ولایت‌های دیگر هموطنان ما به گلیم غم نشستند و نیاز هست در این وضعیت نهایت بحرانی ما با همدیگر غممان را شریک بسازیم تا اینکه کاسته شود. باز هم تماس داریم. سلام به شما. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ بله. بایس الله. صدای مرا دارین؟ سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. بله، صدای مرا دارین؟ بله دارم. شما در ولایت پکتیکا هستین و عملا شاهد حادثه هایی که رخ داد بودین. چه هست؟ تازه ترین جزئیات میشه همراه ما شریک بسازین؟ بله ورور، و تیر اورا چیز پکتیکا، تیر اشپار پکتیکا تو گیر اورا سالی که یوا بجه و شپاگ میشته که کم از دوار عمل تشوی در دا کی کارکام خواهی نمالوم میگیزه کشید اکتر دیگان اورا سالی غرانه سیمه در تلی تغرون و رغونو که دیم خطروسا پورا چې کوم معلومات د خلکو نه اخیستل شوي، د خلکو نه مو پوښتنه کړې دي. د شهیدانو تعداد تر 200 نفرو اوړي، د زخمیانو په همدې شاوخوا کې کم و زیات وي. او 2500 کورونه له منځه تللي یا تخریب شوي دي. آها، شما در مورد کمک ها میشه بگوین چقدر اداره تلاش کردن تا اینکه بتانن به اسرع وقت کمک ها را برسانن و از اینکه بیشتر نشه فاجعه جلوگیری کردن؟ بله، اسلامی امارات په خپل وخت مسؤلیت ادا کړ، خیر دوی چې ژوندي دي وي، چورلکه یې تېره ورځ رالېږلې وې، زخمیان یې انتقال کړو، کومکونه ولس ته رسېدلي دي. یعنې اسلامي امارات په کامله معنا خپل مسؤلیت ادا کړی، د ولس سره یې همکاری وکړې، د ولس سره یې منډې سرډې وکړې، د ګیانو ولس ډېر ورنخشاله دی. درست، خواست مردم چی هست؟ مشخصا نگرانی مردم چی هست؟ خلق دغه پاینده که دغه ستونزه لري، خدای نه خسته که د زلزله راشي
دلتا ټول غرنۍ سیمه د کورونا اکثر خلکو تخریب شوی دی یا مکمل د باینه پرې دی دوی د اوسېدو لپاره ځای نه لري خیمې نه لري هغه نه لري د اوسېدو لپاره امکانات برابر شي باید خلکو سره باید نغدي او کمک وشي مرسته ورسره وشي د دوایي مرسته ورسره وشي نغدي مرسته ورسره وشي ځکه د خلکو سخت مو داخله شو درست هنوز هم گزارش های نشر میشه مبنی بر این که هنوز هم یک شمار از هموطن های ما زیر آواره ها هستند همچون یک چیز واقعیت داره؟ صدای مرا داریم؟ بله صدای تو را داریم سوال موسم در وزارت جبره که رجی به خلق در فرد اولیه سمانون مرسته که بیم اوسم یو چرله کده نه کیناست دوه پخوانه ستې دي خلکو دپاره مرسته را وړې دي یعنې په کمې ده معنه اسلامي عمارت خلکو سره مرسته وکړې رستګي ورته وکړه ډېر خلک ځنې خوشحاله دي ورور مې درست ما پرسیدم که هنوز هم گزارش های وجود داره که یک شمار زیر آواره ها هستن هم چو یک چیز واقعیت داره؟ هنوز هم گزارش های وجود داره زمانی که زلزله صورت گرفت یک شمار میگن هنوز هم زیر خانه ها هستن زیر آواره ها هستن همچون یک چیز واقعیت داره؟ انشالله اوتارا اکثر ایوت را ایتل شو بیدی دیر ندی پاته خود تقریبا شاید مردی و زخنان تعداد زیاد شی دیکن زخنان هم دیر بی انده خبر ده حکومتونه انشالله رسیدل دی ولست را کمک جریان داری ده اوستم چرلکی کینی او پرتکیږي یعنی کار په منظم ډول روان دی خریه بنسټونو د لارې خلک دغسې ملي تجارانو د لارې اعلانیږي ورسره مرسته ورسره کیږي اسلامي عمارت په پوره ایماندارۍ سره خپله وظیفه سرته ورسوله درست تیمهای صحي هنوز هم حضور دارن اونجا کار میکنن و زخمی ها را به کلینیک ها میبرن یا خیر درست ما واضح‌تر و بلندتر میگم گفتم تیم‌های صحی هستن اونجا کسانی که مجروح شدن کسانی که وضعیت صحیشان خوب نیست دکترها پزشکا میبرنشان به کلینیک ها تداوی میشن بله بله دکتران شدی و ساحه که موجود بی اتون مجل زخمیان تیتیان چیو اگه چه ابراد انتگل شوی دی رسلمی مرد در دفاع دکتر که پوستا انتگل شوی دی درست در کنار ای که امارات اسلامی همکاری میکنه نهادهای ملی و مؤسسات بین المللی هم حضور دارن در پیوند به کمک های بشری صحی و غیره بلکل درست مخصوصیم پر دانمار رسته ولیدی خریاب پشمول دی اسلامی امارات زمون دی کرمان دولت و تمام امانات خلق سر همکاری وکره اشاره دی خیر دیستی درست چقدر احتمال از این هست که همچون یک حادثه اگر اوضاع طبیعی خوب نباشه آیا امکانش هست که باز هم ما شاهد همچون حادثه باشیم یا جلوش گرفته شده رویش کار صورت گرفته تا هنوز درست گفتم چقدر پیش بینی ها چون من دیروز هم برنامه داشتم گفتم که تا روزهای آینده هم احتمال حادثه های طبیعی وجود داره به نظر شما اونجا هستین چقدر پیش بینی شده تا اینکه بتونن در آینده جلو همچون حادثه های نهایت خطرناک را بگیرن درستم یو سر زلزله تکانه احساس شول تلفات نه لارل نکورن اورن شوی دی دوم یعنی په دې اندازه کوي نو وشال څه ځان غواړي یا د شپې زلزلہ کوي اند د نن شپې تیر شپې ان شاء الله تعالی نور د خاص مشکل نشته تر اوسه پورې بس ان شاء الله تعالی کومه کونه خلک در رسیدي امبولانسونه موجود دي ډاکټران موجود دي ان شاء الله خاص څه ده پیلا نن ورځ نشته درست شما از ولایت خوست هم جزئیات دارین میدونین که اونجا چی اتفاق افتاده و چقدر تغییرات آمده از ولایت خوست هم شما میدانین جزئیات دارین؟ نه خوست نظریت معلومات نلارم درست تشکر میکنم بسیار زیاد تشکر از ولایت پکتیکا با ما تازه ترین جزئیات را شریک ساختن ممنون از همکاریشان و شما هم بیننده عزیز میتونین به شماره تلفن 0790 137171 همین حالا با تماس شوین و دیدگاهتان را یا هم در همون منطقه که
زلزله بوده را با ما شریک بسازین، چشم دیدتان را، نظرتان را و یا ای که همکاری اگر از دست شما صورت میگیره را میتونین با ما با تماس شوین. امروز روز هست که ما نیاز به همگرایی بیشتر داریم. شما حتما صفحات مجازی را میبینین، همه ناراحت هستند. در تمام افغانستان مردم ناراحت هستند از بابت این حادثه، نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از کشور همچنان هموطنان ما بابت حادثه که رخ داد ناراحت هستند و تمامشان تلاش به این میکنن که بتونن دست کم همکاری داشته باشن با کسانی که متضرر شدن، آسیب دیدن، اعضای خانواده خود را از دست دادن، دوستان خود را از دست دادن، خانه، کاشانه، امکانات، مواشی، همه چیز را از دست دادن. با اونا همکاری میکنن و همیشه در تماس هستن. شما هم اگر دیدگاه دارین مشخصا در مورد بحثی که ما امروز انتخاب کردیم، میتونین با شماره تلفن 0790137171 با تماس شوین و همراه ما شریک بسازین. این حادثه بازتاب بسیار زیاد جهانی داشت. رسانه های معتبر جهانی در پیوند به این موضوع گزارش نشر کردند. کشورهای مثل ایران، پاکستان، قطر اعلام همکاری کردند و همکاری هم کردند. تا حالا هم جریان دارد و شماری از کشورهای دیگر هم نگرانیشان را در مورد داشتند و اعلام کردند که به زودی هر آنچه در توان داشته باشند همکاری میکنند. سازمان ملل، ترکیه، پاکستان، سازمان همکاری های اسلامی همچنان اعلامیه صادر کردند و از کشورهای جهانی، کشورهایی که امکانات بیشتر داره، پول بیشتر داره، خواستن تا ای که در همچون یک وضعیت بحرانی مردم افغانستان را تنها نگذارن و هر آنچه در توان دارن در بحث صحی، در بحث مواد غذایی، بحث حقوق بشری و موردهای مختلف دیگه همکاریشان را داشته باشن. امارت اسلامی همچنان خواسته از کشورها که مردم افغانستان را همکاری کنند در همچون یک وضعیت که حالا افغانستان و به ویژه ولایت‌های مثل خوست، پکتیکا، ننګرهار و شماره از ولایت‌های دیگر که گواه حادثه های طبیعی در روزهای پسین بودن، نیاز هست تا همراهشان همکاری صورت بگیره. همچنان امارت اسلامی و رهبری امارت اسلامی 100 میلیون را اختصاص داد تا ای که به مردم هر چی زودتر اقدام شوه و همکاری صورت بگیره. متاسفانه آمارهایی که نشان میده بیش از 1000 نفر جان باختن و کم و بیش 1500 نفر هم مجروح شدند. در کنار از اینکه شمار زیاد از مردم خانه، کاشانه، امکانات، زمین و مواشیشان را از دست دادند، ولی آمار جان باختگان همچنان بسیار زیاد بلند هست و تا هنوز هم رقم نهایی اعلام نشده. شما هم میتونین در مورد تماس بگیرین و اگر چشم دیده دارین، نظر دارین یا هم دیدگاه دارین مشخصا در مورد موضوع امروز میتونین با ما شریک بسازین. بدون شک نظر شما، همکاری شما میتونه تاثیرگذار باشه در همچون یک وضعیتی که افغانستان قرار داره. نیاز به همگرایی، نیاز به یک ملت واحد داره تا اینکه بتونیم با کسانی که غمگین شدن، با کسانی که عضوهای خانوادهشان را از دست دادن غم شریکی کنیم و بتونیم اندکی از غمشان، از اندوهشان بکاهیم و در کنار هموطنای ما باشیم. خوشبختانه ما زمانی که صفحات مجازی را مرور میکردم یک همگرایی شکل گرفته. از گوشه گوشه افغانستان هموطنان ما ناراحت شدند، اعلام آمادگی، اعلام همکاری کردند تا اینکه بتوانند کمک کنند با کسانی که آسیب دیدند و متضرر شدند. همچنان از بیرون از افغانستان هم تلاش صورت میگیره تا اینکه بتوانند همراه کسانی که متضرر شدند و به ویژه کسانی که عضوهای خانوادهشان را از دست دادند تا حد توان همکاری کنند. ما یک میان برنامه بسیار کوتاه میگیریم. پس از میان برنامه همکار ما نوید صمدی حضور پیدا میکنه به استودیو و در مورد تازه ترین آمار، جزئیات و اینکه کدام کشورها اعلام کردن که همکاری میکنن با شما تازه ترین تحولات را شریک میسازه. میان برنامه کوتاه، زود برمیگردم.
سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن. برای بحث بیشتر و جزئیات بیشتر نوید صمدی همکارم از بخش خبر با خود دارم. سلام به خودت صمدی، بسیار زیاد خوش آمدیم. تشکر، سلام به شما و سلام به تمامی بیننده های خوب تلویزیون یک که فیلان از مجله صبح ما را تماشاگر هستند و من درود میفرستم به شهدایی که در سیلاب و زلزله های اخیر در پکتیکا، خوست، ننگرهار جانای شیرینشان را از دست دادند. برشان جنت فردوس و بر زخمی ها شفای عاجل و کامل خواهستم. بسیار تشکر از حضور. تازه ترین جزئیات چه هست در آغاز در مورد کسانی که جان باختند و مجروح شدند؟ بگو. خیلی سپاس. گزارش هایی که ما از ولایت پکتیکا و خوست داشتیم، در آخر تماس هایی که داشتیم، ارقام رو به افزایش هست و شمار قربانیان رویداد نزدیک میشه به 3000 و گفته میشه که بیشترین آسیب و بیشترین تلفات در پکتیکا و خوست بوده و سرانجام دو ولسوالی پکتیکا بیشترین قربانی را دادن در این رویداد و همچنین شهروندان پکتیکا آرزوی از این را دارن که کشورهای جهان، نهادهای کمک کننده همواره کمکاشون را به افغانستان کردن، ولی در این مقطع اساس و بحرانی اونا تقاضای از این را دارن که باید در حال حاضر بیشتر بر اونا توجه شوند، چرا که روز افزون احتمال میره که گویا زمین لرزه دیگه هم امشب صورت گرفته و ولی خوشبختانه در این تلفات بر کس نرسیده. زمین لرزه شب گذشته بوده که تلفات بیشتر را بر مردم وارد کرده. در مورد کشورها و کمکشون گفتی، کدام کشورها تا هنوز همکاری کردن و چقدر امکان داره که کشورهای دیگه همچنان همکاری کنن؟ خب اگر نام بگیریم کشورهای همسایه ما بیشتر میشن، چرا که کمک‌ها در حال حاضر حالا هم صورت گرفته را است، در حال جریان است. کشورها باقی نمانند، کشورهایی که مثلا کمک‌هایشان به افغانستان رسیده، ایران است، پاکستان است، قطر است که اینا کمک‌های بشردوستانه‌شان در حال حاضر به افغانستان انتقال دادن و آمریکا و سازمان ملل و همچنین چین و آمریکا و روسیه و اینا هم گفتن که ما تعهد به این داریم که هر چه زودتر کمک‌های بشردوستانه و اولیه را به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، در شرق افغانستان برسانند. درست. در مورد اقدام‌هایی که امارت اسلامی انجام داده چی هست؟ در تازه ترین مواردی که ما دیدیم، امارت اسلامی تیمای صحی، تیمای فوری خود به ولایت های آسیب پذیر انتقال دادن و وزارت دفاع 9 فروند هلیکوپتر به خاطر انتقال زخمی ها و انتقال شهدا به پکتیکا و خوست فرستادن تا اونا را از بحران فعلی نجات بدن و به یک ساحه امن و به مراکز صحی انتقالشان بدن. درست. خودت همراه مردم هم به تماس هستی از دیروز تا حالا، خواست مردم چی هست، نگرانیشون چی هست؟ خب دقیقاً ما با مردم مسئولین محلی در تماس هستیم، ولی به دلیل چالش‌های اینترنت و بعضی موارد دیگر نمیتونیم که مستقیم اونا رو در برنامه وصل بسازیم. اونا خواستشون فقط کمک هست و تا جایی رم امارات اسلامی تلاش کرده که بر اونا کمک برسانه، ولی انتظارشون به خاطر از این است که هر چیز زودتر جهان توجه بکنه به وضعیت اونا، چرا در میان قربانیان کسایی هم هستن که یک خانواده حداقل 10 نفر 17 نفر یا تا 20 نفر از اعضای خانوادهش را از دست دادن، پس اونا نیازمند به کمک هستن و چشم امیدشان فقط به جهان و کشورهای همسایه است که باید هر چیز زودتر برشان کمک برسن. گزارش های نشر شد مبنی بر این که هنوز هم یک تعداد در خطر هستن، زیر آواره ها هستن. میپذیری همچون یک چیز را خودت، چقدر منابع با خودت در تماس است و این را تایید میکنه؟ دقیقاً همون قسمی که شما یادآوری کردین، مردم هم از این نگرانی داره که گویا سیلاب دیگه در راه نباشه، گویا زلزله دیگه در راه نباشه که جان کسایی که باقی مانده در ولسوالی ها در ولایت پکتیکا، جان اونا هم در خطر باشه، یا کسایی که در خوست هستن، کسایی که در ننگرهار هستن، همواره نگرانی از این دارن که باید به خاطر جلوگیری از وقوع بعد امارت اسلامی تمامی تلاشی که داره، تمامی امکاناتی که داره باید به خرج بده تا دیگر شاهدی همچون تلفات نباشن. احتمال از این چقدر وجود داره؟ چون ما دیروز هم بحث داشتم با وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، گفت تا 10 روز دیگر هم احتمال همچون خطرها و حادثه ها وجود داره. شما چقدر مطالعه کردین، چقدر میدونین؟ خب به همه واضح و آشکار است در این فصل سال معمولا هوا گرم می باشه، ولی برعکس در چندین ولایت کشور ما شاهد بارندگی، حتی برف بودیم، حتی سیلاب بودیم، پس این خودش نشانگر از این است که احتمال هر موضوع و هر رویداد امکان داره. پس وزارت حوادث اطمینان داده که ما به خاطر جلوگیری از حوادث طبیعی هر آنچه در توان خود داریم به خرج میتیم تا جان عزیزان ما از دست ندن. بودجه که امارت اسلامی اختصاص داده چقدر هست؟
به تازگی به امر ملا محمد حسن آخوند رئیس وزیران افغانستان در نشست کابینه که داشتند 100 میلیون افغانی را به خاطر آسیب دیدگی پکتیکا و خوست و ننګرهار اینا اختصاص دادن که باید هر چه زودتر بر اونا برسند و این کمک ها همچنان ادامه خواهد داشت بر گفته مقامات امارات اسلامی. درست، رسانه های بیرونی را همچنان خود دنبال کردیم، مطمئن هستم واکنش ها چی بوده، چقدر این حادثه بازتاب جهانی داشته؟ دقیقاً قسمی که شما گفتین، در طول دو دهه پسین این نخستین زمین لرزه ای بوده که بیشترین تلفات را از مردم افغانستان گرفته و این خودش واکنش برانگیز است، این خودش پرسش برانگیز است و جای نگرانی داره و ما هم انتظار ماهی است که امارات اسلامی بتانه به موقع به آسیب دیدگان و کسایی که مثلا جانشان فعلا هم در خطر است اونا را برش رسیدگی بکنه و این خاص جهان است. همواره جهان نگرانی کرده و باز هم پس از زلزله که فعلا صورت گرفته نگرانی اونا دوچند شده و اونا هم تلاش به این دارن که بتانند از هر راه ممکن به مردم افغانستان بخصوص به سیلاب زدگای اخیر و از زلزله زدگای اخیر کمکاشان انتقال بتن به افغانستان. نهادهایی که اعلام همکاری کردن مثل سازمان ملل و دیگر سازمان همکاری های اسلامی، چقدر نهادهای دیگر تشویق میشن مبنی بر اینکه بیاین و همکاری کنن در همچون یک وضعیت نهایت بحرانی؟ بدون شک وقتی یک سازمان بزرگ میایه به خاطر وضعیت افغانستان نگرانی میکنه، این خودش تشویقگر دیگر نهادها و دیگر مؤسسات خیریه در سطح جهان و افغانستان است که اونا را وا بداره به وضعیت کنونی افغانستان و بخصوص مردمی که تازه غم دیدند بر اونا کمک بکنه و جلب توجهشان را داشته باشه. نوید، چرا من نپرسیدم و خودت با خود داری چی هست؟ خب به تازگی ریاست صحت عامه کاپیسا هم اعلام کرده که 5000 سیسی خون را به کسایی که زخمی هستند اونا جمع‌آوری کردند و انتقال دادند به پکتیکا و خوست که یکی از بزرگترین همدردی مردم ما هستند با کسایی که غم دیدند و همواره سیستم‌های بانکی ایجاد شده از طرف حکومت و بانک‌ها که کسایی که علاقمند به کمک باشه بر نیازمندایی که در اخیر آسیب پذیر بودند و متضرر شدند در زمین لرزه اخیر در شرق افغانستان، اونا میتونند که کمک‌هایشان از طریق حسابات بانکی به نیازمندا برسانند. نوید صمدی خبرنگار تلویزیون یک، ممنون از حضورت. تشکر از شما. همچنان از شما بیننده عزیز رفت و برگشت بسیار کوتاه زود برمیگردم. سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن. برای جزئیات بیشتر همچنان همکارم اسدالله حکیمی خبرنگار تلویزیون یک را با خود دارم. سلام به خودت حکیمی، تازه ترین جزئیاتی که خودت میدونی چه هست؟ سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون یک. من اولا از رویداد اخیر، از زلزله مرگبار اخیری که در ولایت پکتیا و خوست صورت گرفت، با تمام آسیب دیدگان و سیلاب زدگان و زلزله زدگان واقعا ابراز همدردی میکنم و متاسف هستم. آخرین آماری که ما به دست داریم این است که تا کنون بیش از 1000 تن در این رویداد جانشان از دست دادند و بیش از 1500 تن دیگر هم زخمی هستند. گفته میشه که افراد زیاد و تعداد زیادی از آدم ها که به شمول کودک ها، زن ها و مرد ها هستند در زیر آوار هنوز گیر ماندند و حکومت امارات اسلامی هم پیوسته در این مورد در جهان خواسته تا به سیلاب زدگان و به امارت اسلامی برای رسیدگی به آسیب زدگان کمک کنند. درست، در مورد کمک هایی که صورت گرفته جزئیات چه هست؟ کدام کشورها، کدام سازمان هایی که در بخش حقوق بشری، بخش غذایی کمک میکنند تا هنوز اعلام آمادگی کردند؟ جهان در کل در این مورد ابراز همدردی کرده، از آمریکا گرفته تا سازمان ملل تا کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران، هند، اینا همدردی کرده و گفته که ما آماده هستیم کمک‌های بشر دوستانه بکنیم. به تازگی یک محموله کمکی از قطر به افغانستان رسیده و همچنان محموله کمکی از پاکستان برای رسیدگی به آسیب زدگان زلزله ترستاده شده و دولت‌ها هم ابراز آمادگی کرده تا بتانه که
به این آسیب زدگان رسیدگی شود. امارات اسلامی چقدر زود و سریع توانست که جلوی که بیشتر نشه فاجعه و بیشتر تلفات نباشه را گرفت؟ امارات اسلامی روز گذشته در یک نشست خبری هم اعلام کردند که اینا یک تیم تکنیکی و یک تیم نجات به صحه اعزام کرده. دیگه از وزارت دفاع هم چندین چرخبال برای رسیدگی، برای بیرون کشیدن کسانی که زیر آوار بودند به ساحه اعزام شدند و همچنان وزارت صحت شمار دیگری از نهادهای دولتی همگام با هم به ساحه اعزام شدند تا بتوانند جلوی از این چیره بگیرند و کسانی که در زیر آوار مانده اونا را نجات بدهند و همچنان کسایی که زخمی هستند اینا را به شفاخانه ها انتقال بدهند. نماینده های امارات اسلامی با رسانه های بیرونی مصاحبه کردند و مشخصا خواستشان از کشورهای جهان چه هست؟ بله، به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی با بی بی سی صحبت کرده و در اونجا از جهان خواسته تا حکومت افغانستان برای رسیدگی به این بحرانی که فعلا اتفاق افتاده افغانستان کمک کنه و این موضوع و این رویداده که مرگبار بود بتونه تا حد جلوی از این رو بگیره. درست، کدام ولایت ها بیشتر آسیب پذیر بودند، بیشتر متضرر شد مردم؟ بیشترین تلفات در ولایت پکتیا مردم داده، در چند پکتیکا مشخصا در ولایت در ولسوالی یرمل و نکای و برخی از ولسوالی های دیگری این ولایت بیشترین تلفات داشته و بعد از او ولایت خوست است و همچنان تلفات ولایت ننگرهار هم داشته. واکنش ها را حتما خودت مطالعه کردی، موضع‌گیری کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه چی بود؟ موضع‌گیری کلن همدردی کرده کشورهای جهان و اکثر شخصیت ها و چهره های بزرگ جهانی در این مورد ابراز تأسف کرده و گفته که ما با مردم افغانستان، با آسیب دیدگان همدرد هستیم و کوشش میکنیم به اصطلاح با استفاده از نهادهای کمک رسان کمک کنیم و به این آسیب دیدگان رسیدگی شود. خواست مردم به نظر خودت چه هست؟ خودت با مردم در ارتباط بودی، اونا چه میخواین؟ از امارات اسلامی چه میخواین؟ از کشورهای بیرونی چه میخواین؟ مردم خواستش از حکومت و از جهانی است که برای رفع بحران و برای رسیدگی به کسایی که در این رویداد آسیب دیده به اینا رسیدگی شود و کسایی که هنوز مشخص نیست، معلوم نیست که چقدر نفر زیر آوار گیر مانده، توجه و تلاش مردم هم است که باید به اینا رسیدگی شود و کسایی که در زیر آوار است اینا بیرون کشیده شود. درست، حتما رسانه های مجازی را خودت دنبال کردی در قسمت همگرایی و همصدایی بودن مردم افغانستان و به ویژه هموطنان ما که در بیرون از کشور هستند چقدر یک تک صدایی به وجود آمده؟ واقعا مردم افغانستان در این مورد تک صدا هستند، کلگی همگی متحد هستند و به تازگی یک روندی هم ایجاد شده برای از اینکه یک دادخواهی که بتونه با استفاده از سیستم های بانکی کسایی که میخواد کمک بکنه، کمک های نقدی بکنه، اونا را به اصطلاح همگام با اونا بتونه که یک کمک برای آسیب دیدگان از به یک نوعی از طریق سیستم های بانکی انجام بدن. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی گفت که احتمالش هست تا روزهای آینده همچون یک اتفاق باز هم رخ بده. منابع خودت چقدر تایید میکنه این مورد همچون یک چیز واقعیت داره یا خیر؟ احتمالش هست، به دلیل اینکه وزارت حوادث اخیراً یک اعلامیه هم داد که در چند روز پسین شمار از ولایت ها شاهد بارندگی هستند و این زمانی که بارندگی باشه احتمال این رویدادها هم میتونه بیشتر باشه و تلفات رویداد اخیری که در پکتیکا و خوست صورت گرفته هم میتونه افزایش پیدا بکنه. به دلیل اینکه وزارت حوادث هم میگفتن به دلیل سیلاب ها برخی راه های مواصلاتی مسدود شده و آنها نمیتونه به سیلاب با امکاناتی که داره رسیدگی بکنن. درست، قرار است که امروز هم شما روی این مورد گزارش داشته باشین، مردم میتونن بیننده باشن؟ بله، ما امروز هم کوشش میکنیم که از ساحه کسایی را با خود داشته باشیم، از اونا با اونا صحبت بکنیم که وضعیت از چه قرار است، چقدر تلفات داشته، چقدر نفر میتونه به اصطلاح هنوز در زیر آوار گیر مانده باشه
روی موارد و روی اینکه کمک‌های جهانی تا حال چی بوده و بعد از این جهان چقدر با افغانستان کمک میکنه در این مورد حتما گزارش خواهیم داشت. اسدالله حکیمی خبرنگار تلویزیون یک، سپاس از حضورتان در برنامه. شما می توانید تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را هر ساعت از تلویزیون یک بیننده باشین. همکاران بخش خبر ما تلاش میکنن آنچه در افغانستان و جهان اتفاق میفترش با شما هر ساعت پیشکش کنن و همچنان در خبر ساعت 5:30 میتونین بیننده باشین در مورد موضوع امروز. اما در باره برنامه مجله صبح باید بگویم در همین دقیقه به پایان میرسه. روز شنبه ساعت 9 همین جا و همین استودیو، ما محب یوسفی برمیگردم. خدا نگهدار، رفتیم تا دیدار بعد.